چشم، من پیگیری میکنم، همین که مهندس تشریف آوردن بهشون اطلاع میدم. چشم، حتما، نگرانم. یخ کردم. چی گرفتی؟ یه چیزایی گرفتم دیگه. هوا عالیه. شو پرتقال گرفتی؟ یه همینی که هست دیگه، بخوردی نه بود چیزی. هوا عالیه؟ انقدر کثیفه که دو متری تام نمیتونی ببینی. مردم من بهتر ما. سلام. مردم چی بس؟ بیا طرف اومد. سه دقیقه اول حرفاش که همش تکراریه. بیا ببین من امروز چی کارم. هوا سرده. نهار چیه؟ بایسا حالا موچیشم بهش میگه که مهندس مرفابی باش تماس کرد. گو
زدم اینجاش پشت قلبش. من کارم انجام دادم. الان اومدم پولم بگیرم. نباید میامد اینجا. برو به زنگ بزنم. از کجا شلیک کردن؟ از پشتمون روبرو. معلوم. درست مشرف به هدف. اصلا فکرش هم نمی کردیم هدف یکی دیگه هم بوده. غافلگیر شدیم. گند زدیم. خیلی خوب. زود جمع جور کنیم. همین الان که مامورا نرسن میرسن. چشم آقا. اونم بالا پشتمونه. پس بجومیم. حوصله گزارش نویسی ندارم. کار دارم. سلام، چه خبر؟ تیم بررسی صحنه جرم دارن کارشون انجام میدن. همه چیز تحت کنترل. چی میتونم بیان داخل؟ یک مرکز. چطوری فرمانده؟ به نظرت کسی که داخل راشه میدن شبیه فرمانده هاست؟ همیشه اونایی که تو سایه کمتر دیده میشن. چاره چیه؟ برای اینکه بهتر زیر نور رو ببینیم باید هم تو سایه باشه. هدف سوژه شما بود؟ بله. گوله خورده. قاچاق دارو؟ روش سوار بودیم؟ تقریب و کمین و مراقبت و ماجرای همیشگی؟ بازجوییه؟ بهش میگن جمع‌آوری اطلاعات. اطلاعات که میدونی چیه؟ نه، چیه؟ منظوری نداشتم. این که ترور شده تنها سر نخمون. تنها کسی که میتونست ما رو به مافیای قاچاق دارو متصل کنه. این مال شماست؟ نه. تمام مدرک صمیمی پرونده بشه، تماس بگیرید پزشکی قانونی آمبولانس بیاد زودتر، با مرجع قضایی هماهنگ کنید، نامه بگیرید، اینجا پلو میشه. چشم قربان.
این مال ماست. مقتول فقط سوژه ما نبوده. این تو همون اتاقی بود که شما میکروفون کار گذاشتین، یعنی رفتین کاری رو که باید انجام بدین دقیقا انجام دادین. ما اصلا فکر نکردیم که قبلا بایستی من رو پاک سازی میکردیم. چی کار کنیم؟ پرسنل بیمارستان ترسیدن. تمام سعیامو کردم که خبرش منتشر نشه، ولی بعید میدونم بتونم کنترلش کنم. زحمت تونستیم این مرده رو تو بخش نگه داریم. من نمیدونم، هر طور شده نباید خبر من هیچ منتشر بشه. حالا شما تونستیم تو آخر وقت بخشش رو عوض کنیم. ساعت چنده؟ 6:30. تلویزیون روشن کن، بذار شبکه خبر. و اما حادثه امروز ظهر در تهران. تیراندازی به یک دبیر شیمی در یک مجتمع تجاری منجر به زخمی شدن وی گردید. طبق گزارشات واصله، امروز ظهر فردی ناشناس با ورود به یک مجتمع تجاری مدیر یک شرکت دارویی را زخمی کرد و از محل متواری گشت. طبق گزارش پلیس، مصدوم پس از انتقال به بیمارستان و عمل جراحی، گلوله از بدنش خارج شده و حال عمومی وی خوب است. نیروهای پلیس آگاهی در حال ماجرا چیه؟ آقا پلیس که میدونه اون کشته شده، این خبر چی بود؟ متن خبر رو خودم تنظیم کردم. خوب خونده. شما دوستای چی؟ اینا که سوژه رو ترور کردن دلشون میخواسته تا دست ما بهش نرسه نتونیم تخلیه اطلاعاتش بکنیم. خیلی خوب، حالا اگه بفهمن زنده است حتما میان سراغش تا قبل از اینکه حرف بزنه کارشو تموم کنن. اینجا؟ شک نکن. یعنی باید کمین بذاریم دیگه. البته نباید بیمارستانو به سرعت پیدا کنن. باید یه جوری رفتار کنیم که یعنی دلمون نمیخواد بیمارستان لو بره. حتما نکشون دنبال آمبولانس میامده. میدونم، همینم کارمون رو یکم سخت میکنه. پاشین. چند تا مریض تو اون بخشن؟ 3 نفر بودن که بقیهشون هم منتقل کردن توی بخش دیگه. خوبه، طبقه بالا هم بسیم اصلا اونجا باز نمیشه. خانواده‌اش اطلاع دارن؟ بله، یه نفر به خونش تماس گرفته و همه ماجرا رو به همسرش گفته. کار خودشونه. به تنگاه نشون دادن نتیجه ترور از طریق زنشه. عکس العمل زنش میتونه نشون بده که هدف زنده است یا مرده. آقا این بیمارستان واسه خودش هزار تویی ها. بمون اینجا. چشم. به هر حال ما میزبانیم و جایی هیچ آزمون و خطایی هم وجود نداره.
یه همکاری نصف و نیمه هم کردم که بتونی رئیس بیمارستان رو ببینی. اسمش چیه؟ حیدری. احسان، موقعش آزه باش. بری چشم. کاملا توجیه شدیم. آفرین. درست متوجه منظور شما نشدم. یعنی شما از من میخواین که یه مرده رو توی یکی از بخشای این بیمارستان نگه دارم؟ بله دقیقا. خب سر در نمیارم، چرا باید هم چیکاری بکنم؟ ما باید وانمود کنیم که اون مرد هنوز زنده است. این تنها راهیه که میتونیم کسایی رو که به شلیک کردن دستگیر کنیم. ببینید آقا، اینی که شما مأمور پلیس یا هر جای دیگه هستین اصلا به من و این بیمارستان ربطی نداره. اینجا یه مرکز درمانیه و منم اصلا اجازه نمیدم که به هر دلیلی اینجا رو آلوده سیاست و اونجور مسخره بازی ها بکنید. لطفا بفرمایید بیرون. بفرمایید. آقای محترم، با شما هم بودم، لطفاً بفرمایید بیرون. دکتر، هیچ وقت تا به حال پا برهنه روی برف راه رفتی؟ پا برهنه روی برف؟ چه ربطی داره؟ ربط داره عرض میکنم. نه، تا حالا برام پیش نیومده. پنج دقیقه اول پاهاتو سرما میزنه، حس میکنی داری روی آتش راه میری، پاهات میسوزن، بعد از کف پاهات سرما از توی استخون خودشو میکشه بالا و تمام جونتو میگیره. یهو تمام تنت یخ میکنه. کم کم پاهاتو فراموش میکنی، انگار نه انگار پایی داری. یادت میره، هر چند قدم میری هی نگاه میکنی ببینی سر جاشون هستن یا نه، میخوای مطمئن بشی. بعد تازه اگر شانس بیاری و به یه جای گرم برسی و سالم بمونی، اون وقت تازه از لای شکاف‌های پای کبود و سیاه شدت خون فواره میزنه بیرون. با چه دردی دکتر، چه دردی. میدونید آقا، به نظر من شما باید نویسنده میشدی، چون خیلی خوب توصیف میکنین. حالا اگه حرفاتون تموم شد، لطفا تشریف ببرین که من به کارم برسم. دکتر، یه چند خط بیشتر باقی نمونده. تحمل بفرمایید لطفا. آرامشتون حفظ کن. بله. الو. سلام علیکم. یوسفی هستم. برادر علیرضا یوسفی، اون که تیر خورده. بله، امرتون. خواستم ببینم اوضاعش چطوره، حالش چطوره. من به صورت تلفنی نمیتونم شرط بیمار رو براتون توضیح بدم. خواهش میکنم خانم، منم جای برادرتون، به من بگید حال عمومیش چطوره. خب ایشون الان حال عمومیشون خوب نیست، تو اتاق عمل هستن تا گلوله رو از بدنشون خارج کنن. شما مطمئنی خانم؟ بله، نگران نباشید، ایشون الان تو اتاق عمل هست. راستش بگید زنده میمونه؟ عرض کردم نگران نباشید. خیلی ممنون. من همین الان راه میافتم میام تهران. خواهری کردیم. خداحافظ شما. برادرشون بود. طبق گفته همکارتون گفتم زنده است. کار خوبی کردیم. آفرین. ولی واقعا برادرش بود. چه بهتر. اینجوری بارو باشه بیشتری میاد. چند وقت پیش یه نفر، یه مأمور، مجبور شد تو یک شرایطی در تعقیب قاچاقچیای داروهای قاچاق و جعلی تقلبی کفششو جا بذاره و تو سرمای 18 درجه زیر صفر کردستان پا برهنه روی برفا
دنبال اونا راه بیفته. دکتر فکر میکنین که این آدم برای چی جونش رو کف دستش گذاشت و از پا نیفتاد؟ چرا؟ برای اینکه شما توی مطبتون مجبور نشید برای بیماراتون داروها و آنتی بیوتیکای تقلبی بنویسید و جونشون رو به خطر بندازید. دکتر همه این تلاش ها، همه این کوشش ها به یه اسم قطع شد. یه اسم، اسم همون مردی که جسدش الان پایین روی اون تخت افتاده. ببخشید، ببینید من سیاست مدار نیستم، اطلاعی هم ندارم، اما به عنوان یه ماموری که دارم سعی میکنم ای خدا قبول کنه کارمو درست انجام بدم، یه سوال از شما میپرسم. آیا اگر شما کمک کنید به ما که ما آدمایی رو که به این آدم شلیک کردن دستگیر بکنیم و با دستگیری اونها بزرگترین باند قاچاق داروهای تقلبی به مملکت رو متلاشی بکنیم، این یعنی آلوده کردن پزشکی با سیاست؟ خب واقعیتش اینه که الان نمیدونم چی باید بگم. اون حرفو من موقعی زدم که توضیحات شما رو نشنیده بودم، ولی الان بسیار خوب. بگیم باید چی کار کنم؟ سلام کنم، ببخشید میگن شوهرم رو آوردن اینجا، اسمش علیرضا یوسفی، مثل اینکه تیر خورده میشه، لطفاً نگاه کنین. مطمئنی دوردنشون این بیمارستان؟ من اینجوری گفتم، نمیدونم. بله، حالشون بهتر، بفرمایید درمانگاه اطلاعات بیشتر از طب اورژانس بگیریم. مرسی خانم، خیلی لطفاً. میشه از شامپو صدر صحت یه دونه از... الو، این مرتیو کجاست؟ پیداش کن همین الان. سر همه قرارات اینجوری؟ دو ساعت اینجا منتظرتیم. حالا خوبه کار خودت گیره. حسن مایه
شمردی دیگه نشمردن. ببین این که بدادن درست بوده، بقیهش مربوط به خودته. سلام قربان. سلام، خیلی کارت خوب بود خانم کاشف. همسرشه، میخواییم وانمود کنیم سوژه زخمی شده و هنوز زنده است. نقش شما خیلی مهمه. بله بابا. ببینین گروه خونش چی بوده؟ قبل ببینید شده مهم مصبته. این راستی اتاق اول مدلان شد، مشکلی بسه شده. خیلی خوب. ببینم بابک، وقتی تیر میندازی به چی فکر میکنی؟ به هیچی. نه جدی، وقتی اینقدر مطمئن میای و میگه همه چی تمومه، دوست دارم بدونم چجوری اینقدر تمرکزت بالاست. بی خیال شو شهرام. چرا؟ چون کاری که میکنم سعی میکنم بهش فکر نکنم. دوباره چرا؟ چون تو کار بعدیم تأثیر میذاره. ببینم هر کی رو بگم میزنی. این مزخرف میگه تو مخم. یا مخلصی؟ خراب کردی. باورم نمیشه آقا، من تیر رو زدم قشنگ پشت کتفش، فیل از پا میندازه. تمومش کن آقا، محال زندگی باشه کلکه. خوب گوشتو باز کن، نباید حرف بزنه. شنیدی؟ آقا من نیستم، بی خیال من شو. به خدا داری اشتباه فکر میکنی، واسه همون تله گذاشتم بریم بالا سرش گیرمون بندازم. احتمالش هست اما ارزش ریسک کردنو داره. آقا خواهش میکنم رو من یکی حساب نکن. از پولتو نمیخوای؟ آقا من جونم بیشتر از پول دوست دارم. جونم آقا، شهرام هم جونم. خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم، تا یه ساعت دیگه باید همه تونو ببینم. ببخشید خانم. بله. سرم شوهرم تمام شده، میشه لطفا عوضش کنی؟ من دیگه شیفتم تمومه، میگم نیم ساعت دیگه بیام واسهتون. مرسی خانم. یه نفر تو حیاته، حدودا 30 سالشه، لباسای خاکی تنشه و کفش راحتی مشکی. تو راه رو و پلا هم کسی ندیدم، البته زنشو دیدم که رفت آمد میکرد. جاشم پیدا کردم، طبقه یه سوم، بخش جراحی مردم. یه مامورم رو کشیک میداد. ساعت 7 شیفتشون عوض میشه. الان 5 دقیقه به 7. یکم پای میسیم، شیفتشون که عوض شد میریم بالا. بیا بریم تو چشمه باشیم. همه چی عادیه؟ داروخانه که تعطیله، اون کی اونجا بیسته؟ بذار یه نگاه بهش بندازم. نه بابا، بنده خدا این کاره نیست. میخوای برم اون برم یه نگاه بندازم؟ اگه سر جای قبل اون که کنار پذیرش وایساده، باید کنارش وایساده. سب کن، برگرد جا
تو عوض کن. اون هنوز اونجا وایساده ها، کنار داروخانه. چی میگی؟ امشب حتما میاد؟ حتما. وقتی یوسفی زنده بمونه و بفهمه از طرف خودی یا ترور شده، هر چی رو میدونه لو میده. پس باید کشته بشه. چقدر گرمه اینجا. من یه چیزی رو نمیفهمم. فکر میکنی یوسفی رو همدستاش تو قاچاق دارو کشتن؟ دقیقاً. خب واسه چی؟ چند تا دلیل میتونه داشته باشه. اول یه تصفیه حساب شخصی، که البته این فکر خوبی نیست. به خاطر یه تصفیه حساب شخصی کسی رو اینجوری ترور نمیکنن. دوم اینکه ما لو رفته باشیم. وقتی فهمیدم ما روش بستیم کشتنش، نه؟ اینو تقریبا مطمئنم. فهمیدنش هم سخت نیست. قبل از ما تو اتاقش میکروفون کار گذاشتن، چون اگر بعد از ما بود ما تو تصویرهای ویدیو میدیدیمش. ما همه تصویرها رو بازبینی کردیم. قبل از ما زیر نظر داشتنش. برو اورژانس. بیا. چشم. چی شد یه دفعه اینقدر شلوغ شد؟ باید حواسمون رو جمع کنیم. ممکنه بخوان از این شلوغی ها سوء استفاده کنن. من که فعلا مورد مشکوکی نمیبینم. من میرم یه سر گوشی رو بدم. بلنش وایسا. از سر توزی کنم. ببین حماقت نکن. بقدر مدنی زدمش. بشین. ولش کن. بشین زمین. ولش کن. بشین. ببین. اون یه قدم مدنی زدمش. گوش کن چی میگم. بشین زمین. گوش کن چی میگم. از اینجا بیرونم بری نمیتونی زنده بمونی. تمام بیمارستان محاصره است. اسلحه تو بنداز. با هم حرف میزنیم. ببین لعنتی. من اگه زنده بمونم حرف نمیزنم. خیلی خوب. تو زنده بمون حرف نزن. حالا ولش کن. اصلاحات بذار رو زمین. به خدا یه قدم برداری زدنش. حماقت نکن. اونو ولش کن. اون تا سه میشمارم. یک. دو. بذار زمین. بذار زمین. خیلی خوب. تو تو زمین تکون بخوری زدمش. بیا اصلاحات رو بذار تو زمین. خیلی خوب. با اون کاری نداشته باش. بیا
دستمون رو خونده بودن ها. تیر خلاصشون خود بابک بود. بچه ها من که اگه یکم دیگه ادامه پیدا میکرد کم کم خودم هم باورم میشد که سوژه زنده است. دقیقاً. من که نمیدونم، خیلی گرسنمه. شما اگه با من میای اینجا یه غذا بخوریم که بخوریم. اگر نه من خودم میرم. خب باشیم بریم همین دور و بر یه رستوران پیدا میکنیم شام میخوریم دیگه. خوش بگذره. شام خوبی بخورید ولی مراقب خودتون باشین. من کار دارم نمیتونم بیام. خسته نباشی. خداحافظ. تمام خسته نباشی. خب پس لباسو بریم. گفتیم محل رو تغییر بدیم، ستاد رو ببریم جای دیگه. سلام. سلام سینایی عزیز. خب تموم شد. راضیم ازت. راضی چیکار کنم؟ برای همین دلم میخواست که شما تو ستاد میمونی. مگه قراره نباشم؟ یه مدت. جدی نمیگین که ها؟ چرا؟ جدیه. نمیفهمم آخه واسه چی؟ من از نطفه تشکیل این ستاد باهاش بودم، الان که باید کار کنم؟ باید بری جنر. یه مدت به عنوان نماینده ما تو اتحادیه اروپا. عباس جان من اینجا بیشتر به درد نمیشه. علی تو بارها باهاشون مذاکره کردی، اکثر سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای اروپا تو رو میشناسن. من کسی رو ندارم به جای تو بفرستم. ستاد چی میشه؟ رو فعلا میاد تا تو برگردی. مثل که دیگه چونه زدن بیفایده است. توی این پاکت یه بلیط و یه عکس، بقیه اطلاعات رو برات ایمیل میکنم. سه روز دیگه پرواز داری. ممنون از مأموریتی که بیشتر شبیه مرخصیه. خب ما هم زورمون به تو میرسیم.